سایت وزارت خارجه ایران حالا دوباره باز می شود، اگرچه تقریبا یک روز در اثر حمله گروه انانیمس از دسترس خارج شده بود. جز حمله به سایت، گروه انانیمس حدود 10,000 ایمیل سایت وزارت خارجه ایران رو هم منتشر کرده. البته بیشتر این ایمیل ها مربوط به مکاتبات کنسولیه، چیزایی مثل درخواست تعویض گذرنامه یا گرفتن ویزا که جز اطلاعات خصوصی افراد مثل کپی پاسپورتشون چیزی نداره. این گروه چند روز پیش رمز عبور بیش از 100 اکانت ایمیل دولت امارات را هم منتشر کرد. حمله‌ای که این گروه می‌گوید در اعتراض به تلاش دولت امارات برای سانسور اینترنت صورت گرفته. 2 ماه پیش هم سایت‌های مربوط به پلی استیشن، کنسول بازی محبوب شرکت سونی، هدف حمله گروه انانیمس قرار گرفته بود. این حمله به گفته گروه انانیمس در اعتراض به تلاش سونی برای شکایت از کسانی که قفل پلی استیشن 3 را شکسته بودند سازماندهی شد. Is anonymous a hate and cyber terrorist or an activist for freedom and truth? گروه انانیمس یا ناشناس یک گروه معمولی نیست. اونا نه رهبری مشخصی دارن و نه اعضای ثابتی. حتی سایت رسمی واحدی هم ندارن. ارتباطاتشون با همدیگه هم معمولا از طریق چتروم ها و تالارهای گفتگوی اینترنتیه، بدون معلوم شدن هویت اعضا. ناشناس بودن و ناشناس موندن یکی از اصول این گروهه. اگه اعضای این گروه جای جمع بشن یا ویدیویی مثل این منتشر کنن، ماسک میزنن. اونا میگن هر کسی بخواد برای آزادی و مقابله با دیکتاتوری کاری بکنه، میتونه با این گروه تو پروژه‌هاش همکاری کنه. ولی منتقدا میگن بعضی کارهای این گروه مثل حمله به شرکت‌های تجاری یا انتشار ایمیل‌های حاوی اطلاعات شخصی افراد ربطی به آزادی بیان نداره. But I will be seeing you on the other side. این گروه به تازگی پیامی هم درباره عملیات ایرانش منتشر کرده و در آن نوشته: مردم آزاده ایران، ما میدانیم که شما شکنجه، زندانی، کشته و مجبور به سکوت شده اید. آنها نمیتوانند روح مبارز شما را بکشند. بدانید که تنها نیستید. ما نمیبخشیم و فراموش هم نمیکنیم. چند روز بیشتر تا 2 سالگرد انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران باقی نمانده. گروه ناشناس اعلام کرده در حمایت از جنبش اعتراضی ایران در چند روز آینده به سایت‌های حکومت ایران حمله می‌کند. به نظر می‌رسد این چند روز دست کم در فضای اینترنتی به آرامی سپری نخواهد شد. بهرنگ تاجدین، BBC.